برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. راه و رسم کار می دانیم ما، یاور مشکل پسندانیم ما. فریده اشراقی هستم و شما هموطنان عزیز را به دیدن برنامه ریل استیت اند فاینانشال مارکت از طریق رویال تایم تی وی دعوت می کنم. سلام بینندگان بسیار بسیار خوب و مهربان و نازنین، امیدوارم که حالتون خوب باشه و ممنونم و بسیار سپاسگزار از مراحم شما، تلفن‌های شما و به اصطلاح معروف استقبالی که از برنامه ریل استیت و مارکتینگ می‌کنین و امیدوارم که بتونم در خدمت شما عزیزان باشم و بتونیم با همدیگه کار بکنیم و کمکی به همدیگه انجام بدیم. در هر صورت باز هم سخن از ریل استیت میاد و سوال‌های بسیار زیادی از طرف شما میشه که خب حالا چی کار کنیم؟ بخریم؟ نخریم؟ صبر بکنیم؟ آیا شما فکر میکنین که قیمت‌ها پایین میاد؟ آیا فکر میکنین که ریت چطور میشه؟ اولا که این گوگل مهربان و عزیز ما کار ما رو خیلی آسون میکنه، چون وقتی که انسان نمیخواد واقعا خب تجربه بسیار مهم است. ولی گاهی مواقع من به دوستان عزیز میگم که چقدر خوبه، خدا رو شکر که بسیاری از ایرانیان عزیز ما باسواد هستن، 99% اونها باسواد هستن، انگلیسیشون خیلی خوبه و این تحقیقاتی که میشه راحت میتونه از اینترنت نگاه بکنین. ولی اون چرا که تمامی به اصطلاح وام گیرنده ها و ریل استیت ها بر اون معتقد هستن، مسئله وام هست که میبینیم الان در نهایت عالی است، بهره بسیار خوبیه و کم کم ساین و علامت این که داره بالاتر میره، حتی هفته گذشته یک کمی ریت بالا رفت، داره علامت خودش رو نشون میده و این خیلی مهمه. برای اینکه اگر شما جایی رو بخرید که الان کوالیفاید میشید با بهره پایینی که وجود داره، بعدن اگر میتونستید امروز یه خونه رو 600 هزار دلار بخرید فرضاً، امکان داره که وقتی که بهره ها بالاتر میره شما مجبور بشید یه خونه 500 هزار دلار یا کمتر یا بیشتر بخرید. پس همه به اصطلاح افرادی که در کار ریل استیت و در کار وام و فاینانشیال به اصطلاح سرویس هستن، اعتقادشون بر این هست که الان ریت عالی است و بهتره که این کار انجام بشه اگر بخواید که وام بگیرید. و اما اینکه قیمت ها چگونه خواهد شد و به چه صورتی خواهد شد، تقریبا میتونم بگم که ما ساینی از پایین رفتن قیمت لااقل در حال حاضر یا در زمان کوتاه ندیدیم و فکر نمی کنم هم دیده بشه. اون چی که مسلمه تعداد منازلی که در مارکت هست اونقدر زیاد نیست که ما بتونیم خیلی راحت اونچه رو که شما دوست دارین پیدا بکنیم و همیشه دنبال به اصطلاح املاک جدیدتر میگردیم که بتونیم اون دلخواه شما رو برای شما پیدا کنیم. به خصوص که ما ایرانیان و شما هموطنان عزیز سلیقه هاتون خیلی بالاست و دوست دارین که جایی باشه که دلگشا باشه، دلباز باشه، روشن باشه، حیات خوب داشته باشه، سقف بلند داشته باشه، بهتره که سقف داشته باشه و جای بسیار خوب باشه، مدارس خوب داشته باشه و خوبی ها رو خدا رو شکر ما دوست داریم که با هم جمع بکنیم. ولی در ضمن باید هم واقع بین باشیم، باید بتونیم اون چرا که در نظر داریم با روی قیمتی که داریم به جیبمون هم نگاه بکنیم، ببینیم که با قیمتی که میتونیم بخریم و با وامی که میتونیم بخریم، اون ریل استیت شما چگونه میتونه یک معدلی رو برای شما بگیره که بتونه هم نظر شما تا به حدی که شما کوالیفاید میشی تامین بشه و هم به اصطلاح معروف اون روزا میگفتن نه سیخ بسوزه و نه کباب، همه چی به خوبی رد بشه، تی بشه و
انسان همیشه به دوستان عزیز میگم اجازه بدین step by step تو زندگی بالا بریم. حتما لازم نیست اون چرا که در هدف و نظر ما هست در روز اول تأمین بشه، یا در جوان هستی در جوانی. حتما آرام آرام میتونه انسان قدم به قدم مسائل خودش رو و زندگی مالی خودش رو آرام آرام و در حد توانایی خودش رو به پیشرفت ببره. امروز براتون جدیدترین لیستینگ های این چند روزو، یعنی فقط در 24 ساعت گذشته چند 6-7 لیستینگ براتون تدارک دیدم که میخوام بهتون نشون بدم که امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره. خب اجازه بدین که در شهر زیبای بیولی هیلز بریم، شهری که نام اون در تمام دنیا به اصطلاح مورد توجه قرار میگیره و همینطور ریل استیت اون. خانه ای هست در شهر بیولی هیلز تازه تازه، یعنی در سال 2015 ساخته شده. خب اگر خیلی کم پیدا میشه، به خصوص در شهر بیولی هیلز که یک شهر قدیمی لس آنجلس هست، منازل تازه بسیار کم پیدا میشه که در سال جدید ساخته شده باشه. 4 بدروم و 4 بعد این هم منزل داره که داره 4000 اسکوئر فیت هست. 4000 اسکوئر فیت، 4 حمام، 4 خواب، همه رو شماره 4 فرا گرفته و حیات این منزل هم یا زمین این منزل هم 6500 اسکوئر فیت هست. حالا حتما قیمتش هم خیلی مشتاقانه میخواین بدونین، قیمت اون 3,995,000 دلاره. خونه بسیار قشنگی، سبکش بسیار سبک ایرانی پسنده، حدود 4,000,000 دلار، فقط 24 ساعت در مارکت هست. و اگر منزل برند نیو به قول امریکایی ها دوست دارین، Let's go and look at it. بیاین که نگاهش کنیم و انشالله که بتونین خریداری کنیم. شماره 2 رو به شما نشون میدم، اون هم در شهر برنتوود هست. خیلی شهر زیبا و قشنگیه، بسیار مورد علاقه دوستان عزیز هست. دارای 2 خواب و ببخشید من باید برگردم به همون شماره‌ای که بودم، دارای 2 خواب و 2 حمام هست که 3000 اسکوئر فیت زیر بنا داره. جالب این هست که با اینکه تعداد اتاق خواب ها زیاد نیست، اما زیر بنای این خونه چشمگیر هست. 3000 اسکوئر فیت، 2 خواب و 2 حمام، و خدمت شما عرض کنم که 1979 ساخته شده. این خانه البته 2 روز نیست در مارکت، حدود زمان بیشتری هست. قیمت اون بسیار مناسبه، بوده 1,600,000 دلار، ولی امروز هست، ببخشید 1,630,000 دلار بوده، اما امروز 1,600,000 دلار است که در شهر برنبود قرار داره. استخر و حیات قشنگ ایرانی پسند و منظره زیبا. خانه شماره 3 رو به شما نشون میدم، اون هم در شهر برنتوود قرار داره، لس آنجلس. داره 3 خواب، 2 حمام هست، 3500 اسکوئر فیت هست، یا مساحتش 3500 اسکوئر فیت هست، و حیات اون یا زمین اون 8300 اسکوئر فیت. 8300 بسیار زیباست، حیات قشنگ، 1 طبقه، استخر، و این هم داره ورودی، و فکر میکنم که دلگشایی که میخوان این منزل داره، نور بسیار کافی داره و آشپزخونه بزرگ ایرانی پسند، داینینگ روم بسیار بزرگ و زیبا با 3 خواب، 2 حمام، 3500 اسکوئر فیت و 8300 زمین اون که در شهر برنتوود قرار داره، قیمتش هم 2,200,000 دلار. شماره 4 رو نگاه میکنیم و با
باز هم در شهر برندوود میریم. بزرگ این منزل، بسیار بزرگ و مساحت زیاد است. 8600 اسکوئر فیت داخل این منزل مساحت داره. خانه 8000 اسکوئر فیت که حدود مثلا 800 متر ما در ایران میشه حدوداً، خدمتون عرض میکنم، بسیار بزرگ است. حتما انتظار دارین که اتاق خواب زیاد داشته باشه؟ بله داره. 6 خواب و 3.5 حمام داره و تعداد حمام ها در جای دیگر بیشتر نوشته شده و فکر میکنم که حدود 6 خواب و 8 حمام داره. بله درست فکر میکنم. و قیمت اون 8.5 میلیون هست. دوباره خدمتون عرض میکنم به صورت خیلی خلاصه، 6 خواب و 8 حمام، 8600 اسکوئر فیت با 24 اسکوئر فیت زمین. 24000 اسکوئر فیت زمین. سنش هم فقط 3 سال است. 2012 ساخته شده. 8.5 میلیون قیمتشه. 6 خواب و 8 حمام، 8000 اسکوئر فیت و 24 اسکوئر فیت زمین و سال اون هم 2012 است. فقط حدود 3 ساله از عمر این منزل میگذره. سقف‌های بلند داره، همینطور که نگاه میکنین سفید، روشن، دلگشا و جادار. باش بس خونه کاملا بزرگ و قابل پسند. 8.5 میلیون دلار. نمبر 5 نگاه میکنیم، شماره 5، در شهر شرمن اوکس. در شهر شرمن اوکس منزل تک واحدی، 3 خواب و 3 حمام که دارای 2000 اسکوئر فیت زیر بنا داره و 6900 هم زمین این منزل هست. جدید به بازار آمده، فقط 3 روز در بازار هست. قیمت حدود 790000 دلار. درسته یک کمی تا چاپ به قول خارجی ها میخواد، یک کمی مثلا فایر پلیس شاید ما دوست نداشته باشیم، البته بعضی ها هم دوست دارن، این یک کمی نیاز به ریمادل شدن داره، ولی 2000 اسکوئر فیت برای شرمن اوکس در منطقه بسیار خوب شرمن اوکس برای 790000 دلار قیمت زیادی نیست و با یک مقدار خرج کردن در این منزل یک منزل مناسبی میتونه برای شما باشه با حیات 6090 اسکوئر فیت. و اما شماره 6 رو خدمتتون عرض میکنم، باز هم در شهر شرمن اوکس هست، جایی که در مرکزیت قرار داره، به فریوی 101، فریوی 405 و از این طرف هم 101 نورد میره به طرف ولی، از طرف دیگه میره به طرف داونتاون و ویست وود هم حدود 20 دقیقه 15 دقیقه بیشتر فاصله نداره اگر ترافیک نباشه. مورد علاقه بسیاری از افراد هست، چه خارجی چه ایرانی چه از کشورهای دیگر، به خاطر محلیتی که نزدیک به همه جا هست. خدمت شما عرض میشه که 5 خواب 3 حمام 2100 اسکوئر فیت و 6700 زمین این خونه است. 1934 ساخته شده، قدیمی است، ولی قدیمی بودن اون اصلا مطرح نیست چون که همیشه ریمادل میشه منزل ها. قیمتش بسیار مناسب است با زیربنایی که داره، 2100 اسکوئر فیت 890000 دلار و زمین اون هم میبینین همینطور که نگاه میکنین بسیار زمین مناسبیه با گیتی که داره و ورودی خوب، سقف بلند و 2 طبقه، آشپزخونه بزرگ با بریکفاست ایریا و اتاقهای مناسب در شهر زیبای یا نزدیک شرمن اوکس.
و آخرین منزلی که به شما نشون میدم در شهر باز هم شیرمنوکسه و دلیل اینکه شیرمنوکس رو بیشتر به شما نشون میدم باز هم موقعیت مکانی و محلی اون هست، مدارس خوبی داره و این منزل داره 3 خواب 2 حمام و حدود 2000 اسکوئر فیت. سقف بلند. میدونین که شیرمنوکس هم خیلی خونه هاش تقریبا میتونیم بگیم که قدیمیه. این منزل در سال 1952 اصلش ساخته شده، اما که باز هم دستکاری شده، منظمش کردن، مرتبش کردن، ریسیس لایت رو نگاه میکنیم و باز هم این منزل میشه قشنگتر هم بشه اگر که ریمادل بشه یک کمی، ولی قابل زندگیه، میتونین بلافاصله وارد بشین. 9000 اسکوئر فیت لند داره، چه زمین بسیار خوبی، و 1,050,000 دلار، 1,050,000 دلار، 3 بدروم 2 باد با 2000 اسکوئر فیت و 9000 لند در شهر شیرمنوکس میتونه برای شما مناسب باشه. در هر صورت اگر بخوایم که لیستینگ ها رو بیشتر به شما نشون بدیم، اصلا دیگه زمان پیدا نمیشه که من بتونم یک کمی با شما صحبت بکنم. انشالله شاید در آینده وقت برنامه رو زیادتر کنم، همینطور که شما ها به اصطلاح خواستین از من، و بتونم لیستینگ های بیشتری رو بهتون نشون بدم. ولی یک کمی با هم دیگه صحبت های خصوصی داریم و اون صحبت های خصوصی اینه که هممون تو زندگی یک کمی واقع بینانه تر باید فکر کنیم و تصمیم گیری بکنیم. به این صورت میگم واقع بینانه تر وقتی که با شما عزیزان صحبت میکنیم. اتفاقا در هفته گذشته میتینگی برای گرفتن یک لیستینگ داریم. خب شاید که بعضی از دوستان ما دوست داشته باشن که لیستینگ رو بگیرن و بذارن برای فروش و دیگه به بقیه کارها کاری نداشته باشن. خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما نشستی با هم دیگه داشته باشیم با شما عزیزان و ببینیم هدف چیه، هدف از فروش یه جایی چی. به قول مادر بزرگ ها سرگردان نشدن خیلی مهمه تو زندگی و واقع بینانه به مسائل زندگی فکر کردن و تصمیم گرفتن. باور نمی کنید که خیلی از لیستینگ هایی که من میرم خود من شده که به فروشنده ها بگم که این کار رو نکنید به این دلیل و به اون دلیل. فقط گرفتن این که جایی که شما دارید به فروش برسه نباید هدف و نظر ما ریل استیت ایجنت ها یا ریلتور ها باشه، چرا که زندگی شما و موقعیت مادی شما و هدف هایی که در زندگی دارید باید بررسی بشه، ببینیم که چی به نفع شماست، چی به نفع شماست. فقط منافعی که ما در نظر داریم شاید اون در رده بعدن قرار خواهد گرفت. با یک دوست عزیزی که میخواستن تاون هوم خودشون رو بفروشن صحبت میکردیم، نشستیم در یک میزگردی با همسر خانم و ایشون میخواستن موف کنن، در جای بهتری برن. خب قبل از اینکه ایشون بخوان منزلشون رو بفروشن، ما نشستیم از نظر مالی بررسی کرد. با یک مصاحبه در 15 دقیقه به این نتیجه رسیدیم که کوالیفای برای منزل حتی با قیمتی که حدود 400-500,000 دلار میخواستن بخرن نمیشدن. پس من گذاشتن لیستینگ رو به اصطلاح روش هولد گذاشتم. به اونها گفتم که اگر شما جایی رو میخواید بخرید با حقوق و درآمدی که شما دارین نمیتونین بخرید و بهتره که، حتما بهتره که یک کوساینر برای خودتون پیدا بکنین یا صبر بکنین تا موقعیت شما بهتر بشه، چون همسر ایشون در دیسابیلیتی بودن و حقوقشون الان کفاف نمیداد، ولی شاید که بعد از اینکه از دیسابیلیتی در می آمدن و برمیگشتن به کار خودشون موقعیت بهتر میشد. پس واقع بینانه بودن به در زندگی خیلی مهمه.
از اینکه شما بیاین و منزلتون از دست بدین، جایی که زندگی میکنین از دست بدین، به صرف اینکه حالا از خیابونش خوشم نمیاد یا من از دیگه اتاقا برام تنگ شده یا بهتره که از اینجا برم یا هرچی، احساسی شما نباید تصمیم بگیرید، عاقلانه باید تصمیم بگیرید. و بعد از اینکه از اینها خدافظی کردم، به من گفتن به محضی که ما بتوانیم کوساینر پیدا بکنیم از یکی از فامیلای خودمون، بلافاصله به شما زنگ میزنیم. و من به ایشون گفتم که اول پایه و اساس زندگی بعد از فروش این منزل رو باید نگاه بکنین، در نظر بگیرین و بعد خودتون رو به اصطلاح به جایی بفرستین که انتظارش رو ندارین. و همیشه به یکی از دوستان کلمی خودم گفتم بابا جون چقدر شما خونه دارین، خب حالا بیاین چند تا اینا رو بفروشین، میخواین چیکار؟ گفت خانم عزیز من بیام ساختمان رو بفروشم تبدیل به کاغذ کنم؟ خیلی برام این جمله قشنگ و زیبا بود و این حرف رو من شاید 10-15 سال پیش شنیدم، ولی هنوز بهش فکر میکنم که الکی ساختمانتون رو ندارین، نفروشین و فقط کاغذ بگیرین. اون کاغذی که میگیرین باید برای جای بهتری بره که برای شما آینده بهتری داشته باشه. کم کم برنامه ما رو به اتمام است. از حضور همه شما خریداران و فروشندگان و دوستان عزیز انتظار دارم که شرایط خودتون رو در نظر بگیرین و با آرامش خیال و عقل و منطق و تجربه گرفتن مشاوره دانا و کاردان و با تجربه در هر جای دنیا که هستید مسائل رو به نفع احسن بالا و پایین و در نظر بگیرید تا بتونین با آرامش خیال زندگی رو روبه بهتر شدن و آرامش بیشتر پیش ببرید. ضمن این که همیشه موفقیت های بیشتر در انتظار شما مهربانان و عزیزان ما هست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که هفته آینده که در یک شنبه شب در خدمت شما هستم و یک شنبه صبح زود و گویا تکرار این برنامه در جمعه ها هم خواهد بود، شما شادتر از همیشه و روحیه بهتر از همیشه داشته باشید. شب روز شما خوش و با سلامت بیشتر. راه و رسم کار می دانیم ما، یاور مشکل پسندانیم ما. فریده اشراقی هستم و شما هموطنان عزیز را به دیدن برنامه ریل استیت اند فاینانشال مارکت از طریق رویال تایم تی وی دعوت می کنم. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.